بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری در پیش داشته باشیم. امروز جمعه 27 ماه مارس 2015 میلادی و برابر است با 7 فروردین ماه 1394. اجازه بدید که سال جدید رو به دوستان، به بینندگان باز هم تبریک بگم، مخصوصا به آقای ابراهیمی که برای امسال اولین بار هست در برنامه هستن. ایشون قبلا هم در برنامه شرکت کردن و برنامه ایشون خیلی مورد علاقه دوستان قرار گرفته، چون همه گفتن که ما مثل این بود که برادر بزرگ خودمون یا پدر خودمون داشت صحبت میکرد و من هم گفتم خب سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ایشون حرف دلش رو میزنه و شماها هم به حرف دل یه هموطن گوش دادید. آقای ابراهیمی سال نو رو بهتون تبریک میگم، به تلویزیون مردم خوش آمدید. آقای ابراهیمی فعال حقوق بشر هستن از کانون فانوس آلمان و امروز در 4 مورد میخوان صحبت کنن. من اول از ایشون میخوام که با شما بینندگان و شنوندگان سلام و احوال پرسی و تبریک سال نو رو بگن، پس از اون این 4 مطلب رو من عنوان میکنم و ایشون هم در مورد اونها به مشروع سخن خواهند گفت. ممنونم که با ما هستید. باز هم به آقای ابراهیمی سلام میکنم و خوش آمد میگم. بفرمایید آقای ابراهیمی. منم ضمن عرض سلام و شاد باش و تبریک سال نو خدمت شما دستندرکاران تلویزیون مردم و دوستان و مردم ایران. منم بعد از صحبتی که قبلا داشتم و وقتی که شما در اختیار این حقیقت قرار دادید، انگیزه گرفتم که بیام و با بینندگان عزیزتون صحبتی داشته باشم در رابطه با وضعیت سازمان مجاهدین در محورهایی که عرض می کنم. انشالله که مورد قبول واقع بشه صحبتامون. یعنی من صحبتهایی که می کنم نمی خوام اصطلاح بلوفیز داشته باشم، نمی خوام دروغی گفته باشم. آنچه که در مناسبات مجاهدین دیدم، آنچه که فهمیدم و الانم بعد از بیرون اومدن از سازمان و اومدن به خارج از سکونه در یکی از کشورهای اروپایی در آلمان و وضعیتی که دنبال میکنم دوستان عزیزم که در چنگال رجوی در لیبرتی اسیرن، خب شمه ای از آنچه که فهم کردم میتونم و وضعیتشون رو در انظار عمومی قرار بدم و قضاوت رو بذارم به پای شنوندگان عزیزی که الان دارن این برنامه رو تماشا میکنن. ابتدا میخوام از وضعیت کنونی افراد مستقر در عراق و کمپ لیبرتی صحبت کنم. طبق اطلاعاتی که به دست من رسیده و از نفراتی که به تازگی از این کمپ موفق به فرار شدن و از دست رجوی خلاصی پیدا کردن و نتونستن خودشون حالا به هر دلیلی صداشونو به بیرون منتقل کنن، من ازشون سوال کردم وضعیت کمپو به صورت خلاصه‌وار و وضعیت نفراتو به من منتقل کردن که منم برای بینندگان شما خواهم گفت. بسیار ممنونم از شما آقای ابراهیم. ما میدونیم که هر سازمان سیاسی، نظامی یا حزبی بالاخره یک اساسنامه و مرامنامه داره و پیرو اون یک استراتژی رو
به اصطلاح دارن و دنبال میکنن. ماجرای این استراتژی مجاهدین پس از عراق چیه؟ ضمن اینکه اینها حتی نمیشه الان بگیم پس از عراق، چون در عراق هستن و اصرار هم دارن که اونجا بمونن. شما اگه یه مقداری در رابطه با استراتژی مجاهدین صحبت کنید ممنون میشم، یا هر موضوعی رو که خودتون فکر میکنید اونو اول بگید واجب تر هست، پای صحبتتون هستیم، بفرمایید. چشم، همین در رابطه با استراتژی مجاهدین پس از عراق باید اینه که مجاهدین اساسا زمانی که دوران اربابشون صدام بود استراتژی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران به اصطلاح تدارک می‌دیدن که رژیم ایران رو به وسیله قوه قهریه و با سلاح سرنگون کنن و روی این پافشاری داشتن و ادامه می‌کردن که با نیروی نظامی و نیروی که در اختیار دارن و در عراق به اصطلاح تا بون استخون مسلح بود و صدام اونو تجهیز کرده بود، 3-4000 نفر بود، اعتقاد داشتن با اون و پشتوانه مردمی که به قول خودشون در ایران 90% مردم ایران پشتیبانشونن میتونن رژیم حاکم بر ایران رو سرنگون کنن. البته بموند که در فروغ جاویدانی که خودشون میگن و عملیات مرسادی که رژیم آخوندی نامگذاری کرده یه وقت خودشون رو آزمایش کردن و به شدیدترین وجه پوزه رجوی به خاک مالیده شد، چون که واقعا این استراتژی جواب نداشت غیر از این که باعث به کشته دادن نفرات، بهترین نفرات مردم ایران شد. بیش از 1400 نفر از سازمان در این تصمیم گیری نادرست رجوی به کام مرد فرستاد. رجوی در نشست توجیهی که گذاشته بود قبل از عملیات فرو محورها رو مشخص کرده بود، استانها رو مشخص کرده بود، تهران کدوم استان هر کدوم محور، و گفته بود که از مرز که بریم اونور نیروی مردمی قیام خواهد کرد و به استقبال مثلا ارتش آزادی بخش خواهد اومد. و حتی علنی که نگفته بود، در بین خود فرماندهان به نیروها که گفته بودن 100% و پیروزی رو در چشمنداز می دید. متاسفانه که اینجور نشد و رسیدیم به جایی که اشتباه استراتژی صدام در منطقه مرتکب شد، رفت کویت رو گرفت، بعدش آمریکا اومد عراقو، یعنی رژیم حاکم بر عراقو، دیکتاتور حاکم بر عراقو سرنگون کرد و استراتژی جنگ مسلحانه هم برای رجوی به گل نشست. به صورت واقعی چطوری میشه اینو کتمان کرد؟ اما چرا رجوی بعد از سرنگونی صدام باز هم ادعا داره که ما با شیوه مبارزه مسلحانه میخوایم رژیم رو سرنگون کنیم و سنگ همینو به سینه میزنه نفراتش تو عراق، تو این با طلاق عراق، چون کشت و کشتار عراق نگه داشته، هرچند وقت یک عده‌ای از این بدبخت‌ها رو به دم شیر میده
حتی با این کشتهایی که از این سازمان گرفته میشه و به ناحق هم هست و مقصر اصلی رجوی هم هست، هیچ کسی نیست، گور پدر رژیم خوندی، گور پدر دولت عراق، ولی آیا اصرار خود رجوی برماندن تو عراق عامل اصلی کار نیست؟ دقیقا رجوی اصرارش برماندن عراق فقط همین است، امیدی نداره. واقعیت این است که رجوی هیچ استراتژی مشخصی ندارد، فقط تو گرفتاری های که درست کرده از زمانی که وارد عراق شد و الان تلمبار شده داره دست پا میزنه، نفس میزنه، از این به ستون، از این ستون به اون ستون الفرج میخواد، اما شرایط منطقه و ژئوپلیتیک منطقه دیگر هیچ وقت برای آقای رجوی شرایط قبل از بحران و قبل از سرنگونی صدام رو فراهم نخواهد کرد. بگذاریم که قبل از سرنگونی صدام هم آقای رجوی هیچ کاری نتونست بکنه. جلسه بعد واقعیت اینه که دیگر رجوی هرچی دست پا بزنه، هرچی سنگ عراق به سینه بزنه، دیگه جاش تو عراق نیست و نخواهد بود و روزگار همین زودی اینو به اثبات میرسونه. استراتژی که رجوی داره الان برای ادامه حیاتش به نظر من یک ایده یک تئوریه که هیچ پایه و اساسی برای بقا درش وجود نداره. فقط و فقط اصرارش بر موندن در عراق و شعار و درخواست اخیرش برای تسلیح افراد لیبرتی واقعا یک طنز خنده‌دار. فقط و فقط چراغ صدر نشان دادن به اربابانش در منطقه و خارج از منطقه است که بتونن معیشت ادامه حیات ننگینشو یک روز بیشتر کش طول بده. استراتژی خاصی دیگه رجوی نداره، استراتژی مشخصی نداره، حتی تو خارج کشورم بیا چه استراتژی داشته باشه، چه مبارزه ای میدونه. اگر نفراتش بیاره تو خارج کشور، هم تو آلبانی هستن 100 نفر هم تو به شدت در یک محدوده بسته بدون ارتباط با خارج
در تشکیلات مخوف با آیین و رسوم مشخصی که قبلا داشته و الان هم تو لیبرتی داره بر عمل میکنه. اما باید دونست که این شیوه در دنیای آزاد دوام نخواهد آورد، به این دلیل که اگه تونست تو عراق 15 سال 20 سال این دوام بیاره استراتژیست و این روشش، به این دلیل بود که ارتباطی با دنیای خارج نداشت، در اون کوک بود، نیروهاش هیچ ارتباطی با خارج نداشت. از دنیای ارتباطات خارج به جز همین سیمای بسیار آزادی خودشون دیگه رسانی وجود نداشت، اینکه نفرات تردداتی چندانی به خارج نداشت که بیان مثلا از دنیای بیرون با خبر باشن. نمونش من خودم زمانی که قصد خروج از نمیدونم اون دفعه گفتم یادم نیست، باز تکرار میکنم اگه گفتم هم بهتر، من که خودم اومدم قصد خروج از سازمان داشتم، وقتی خودم معرفی کردم فکر نمیکردم که دنیای خارج از سازمان وجود داشته باشه، چون که دیگه تا خفره خوش شده بود غیظ و کینه و فشار و سختی و مرارت و بدبختی. فکر میکردم که بیام دنیا بیرون دیگه تموم میکنم، از خودم آمد که بیرون ادرگل تو سازمون کشتن شد بیرونش کشتن شد که راحت تر باشم. خیلی خنده داره من این نکته رو بگم، من که اومدم بیرون این چجور رجوی آدم ها رو دور از روابط و مناسبات بیرونی اجتماع قرار میده، حتی ارتباطات بیرون، مثلا فرض کن الان میگیم موبایل اینا چیز داره برای من خیلی، ولی واقعا من اومدم بیرون تو کمیساریا موبایل نشون من دادن، موبایلی کوچیکی، گفتن میخوایم از من پرسیدن که با خانواده ارتباط داشتی، گفتم نه من 25 سال تو سازمان بودم به هیچ عنوان اجازه بهم ندادن با خانواده اینا داشته، همه رو توضیح دادم اینا. بعد گفتن فامیل خانوادون کجاست، اینا گفتم بشین اینجاست، ولی من هیچ آدرسی ازشون ندارم. بعد گفتش ما خود میتونیم از طریق اینترنت آدرس فامیلاتون رو پیدا کنیم، میخوای ارتباط باشون برقرار کنی؟ گفتم بله، خیلی هم اتفاقا استقبال میکنم. بعد موبایل آوردن، گفتم ما شماره فامیل تو پیدا کردیم، بیا شماره رو برن. من نمیدونستم شماره موبایل، شماره رو تو موبایل بزن بتونم چیز کنم، واقعا نمیتونستم، بلد نبودم. اصلا نفرات که اونجا بودن کمیساری اونجا تعجب میکردن، گفتم واقعا در اون مناسبات مجاهدین اینجوریه؟ گفتم بله که اینجوریه. گفت ما میشنویم ولی قبول نمی کنیم. گفتم میبینی که من یکی از اونم، من که نمیخوام دروغ باشم، مگه بگم که استقبال میکردم که سری خودم شما رو بگم، خودم لحله میزنه برای ارتباط با خانواده، مگه دروغ نمیگم؟ چی اینجوری بود. مناسباتی که بر پایه این باشه اون موقع میتونست، چون که در درون بود هیچ کس هم چیزی نبود، کسی هم ارتباط خارج نبود، ولی الان که نیروش در آلبانیه یک سال دو سال نگهداری نیرو بود ترفند اینا، ولی بالاخره ارتباط بیرون خواناها تأثیر خودشون داره. الان هم آمار داریم تو آلبانی که تقریبا یک سوم نفرات علنا مخالفت کرده، بعضی ازشون جدا شدن از اون استلام محل استقرارشون، جاشون جدا کردن.
رجوی هم حتی نتونسته با پول ماهانه 500 تا اینا رو، این وابستگی نفرات رو به کسب اطلاع از بیرون رو کنترل کنه. من مطمئنم که چه رجوی بخواد چه نخواد، شرایط حاکم بر دولت عراق، شرایط حاکم بر ژئوپلیتیک منطقه، دیگر این اجازه را نخواهد داد رجوی به حیات خودش تو عراق، به حیات تشکیلاتش تو عراق ادامه بده. الان هم که میبینیم مذاکرات هسته‌ای رژیم با طرف حسابش به نقطه تکلیفی داره میرسه، طبیعتا اگر این توافق صورت بگیره دیگه میشه گفت 100%، حتی در چشمنداز یک ساله دیگه عراق جای مجاهدین نخواهد بود. آقای ابراهیمی، عرض میخوام، یکی از دوستان میگه که شما میگید همه این به اصطلاح چی میگن بلیم یا عذرها رو باید، مشکلات رو باید گردن آقای رجوی انداخت. ایشون میگه اصلا آقای رجوی به نظر میاد که زنده نیست، چون امسال دیدیم که حتی در سال نو که معمولا پیامی، صدایی، حالا اگه صدای دیگری هم هست، شما امسال خبری از ایشون شنیدید به غیر از اون ویدیویی که آقا خانم رجوی سال نو رو تبریک گفته؟ به نظر میرسه که به یک طریقی دارن به مردم میگن که اصلا ایشون وجود خارجی نداره. نظر شما چی؟ والا امسال هیچ خبری از رجوی درج نکرده، خبر موثقی ازش نیست، احتمالا همینطور باشه و رجوی حالا به هر صورتی به اصطلاح حالا عادی بوده یا نه، شرشو به اصطلاح کم شده از سر سازمان، چون که واقعیت اینه اگر بود به صورت زنده حتی کنفرانس اینا حتما اید، چون که ایدا همیشه خود رجوی وارد میشد به صورت کال کنفرانس صحبتش رو مستقیم میکرد برای افراد، ولی همچین چیزی امسال ازش ندیدیم و خبری هم ازش نیست. احتمالش خیلی زیاده که رجوی از بین رفته باشه، نه با اصطلاح کشته شده باشه، مرده باشه، نمیدونم، هر چی شما فهمید، ولی منم همین احتمال رو میدم. انشالله که اینجور باشه، شر رجوی از سری دوستان ما کم بشه، انشالله وضعیت لیبرتی هم به نقطه تن تکلیفی برسه، دوستانی که واقعا خواهان جدایی از این سازمان هستن به زندگیشون، هرچند که امیدی ندارم، ولی به زندگیشون برسن. ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است، دیر نشده. به بحثمون برمیگردیم در رابطه با بحث لیبرتی. یک نکته بود که اصطلاح رجوی و خانمش تسلیح مجاهدین رو در عراق خواستار شده بودن برای حفاظت فردی افراد، یک درخواستی که او
اوج شقاوت، اوج جنایت، اوج بیرحمی سران این سازمان رو میرسونه. به این دلیل که زمانی که مجاهدین سلاوینا داشتن تو پادگان خودشون بودن، جرأت نداشتن کاری از پیش ببرن مثلا با دولت عراق چیز بشن. الان از سلاح فردی بهش بدن خود چیکار کنه؟ سلاح فردی جلو خمپاره، جلو موشکینا میگیره. مثلا الان تهدید لیبرتی چیه؟ سلاح فردی چیه؟ بیان از جلو نزدیک بزننشون، نوی موشکی میزنن اینا. مگر اشرف باشه که خودتون رو دستوش داشته باشید خدا قتل نقشه قتل عام افرادتون بکشید با همدستی رژیم؟ آقای ابراهیم ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، اگر دوستان این هم یه تبلیغ مجانی برای مجاهدین، اگر به وبسایت مجاهدین هم مراجعه کنن میبینن که در بالای همه صفحاتشون این جمله رو نوشتن که مجاهدین را در لیبرتی در برابر حمله شبه نظامیان و پاسداران رژیم برای حفاظت و دفاع از خود مسلح کنید، که شما به درستی دارید امروز توضیح میدید که خب اینها وقتی که مسلح بودن چه کردن که امروز بعدم تازه اینها اگه بخوان مسلح کنن نمیان به اینها توپ و تانک بدن که ماکسیمومش یه سری اسلحه های شخصی و چیز هست که اون طرف مقابل اگر با توپ و تفنگ به اصطلاح توپ و موشک و اینها حمله کنه این سلاح ها در برابر اونها ناچیز هست. من اون رو هم نشون دادم که دوستان ببینن حتی خود مجاهدین در صفحاتشون در تمام صفحاتشون نوشتن که مجاهدین را در لیبرتی در برابر حمله شبه نظامیان و پاسداران رژیم برای حفاظت و دفاع از خود مسلح کنید. ببخشید که حرفتون رو قطع کردم، به دنباله این وضعیت کنونی اعضای مجاهد در لیبرتی عراق شما به اصطلاح ادامه بدید. ضمناً شما خیلی مختصر اشاره کردید به افرادی هم که حتی در لیبرتی آمدن جدا شدن و ما یه خبری رو چند روز پیش در وبسایت آوا هم خوندیم که 15 نفر از اینها روز اول سال نو به آمریکا آمدن و با وجودی که سازمان مجاهدین اینها رو تشویق میکرده که در لیبرتی نگه داره، ولی اونها حالا یا مخفیانه یا هر جوری به سازمان ملل پناهندگی اعلام کردن و در آمریکا اومدن. امیدوارم به زودی اونها رو هم داشته باشیم تا از وضعیت اونها هم که جدیدترین جدا شده ها هستن با خبر بشیم. بازم عذر میخوام که حرف شما رو قطع کردم، بفرمایید در رابطه با وضعیت کنونی اعضای مجاهدین در لیبرتی عراق. بله خواهش میکنم. واقعا این که در دنیای حساب کتاب دو تا چهار تا در نظر بگیری، بحث رجبی برای تسلیه افراد، یک آدم منصفی حالا هیچی از سیاست هم نداشته باشه، هیچی از نظام ایگری هم نداشته باشه، وضعیت عراق رو بدونه، ژئوپلیتیک منطقه رو بدونه، دست کیه دوزارش میفته. رجبی قصد این که اینقدر همه تبلیغات میکنه، اینقدر همه در بوق و کرونا و دنگ و دنو اینا میدمه که آقا افراد لیبرتی رو تسلیم کنی با سلاح انفرادی، فقط یک چیز، یک هدف بیشتر نداره، اون هم تحریک کردن رژیم پاسدارها و نیروهاش تو عراقه که بیان میگه آقا بیاید کشته بدید، بیاید بگیرید کشته از ما بگیرید. فقط همین. رجوی از کشتن افرادش سرپا میمونه بلاخه مدتیست. چند وقت از زمانی که اشرف و نفراتش رو تو اشرف رو کشتن داد تا الان کسی کشته نشده. این داره با این تحریک داره هم آخوندها رو هم پاسدارها رو هم به اصطلاح حامیانش تو عراق تحریک میکنه، چراغ سبز میده یا با دست باز بیای نفراتمون رو بکشید، بدبختای لیبرتی رو بکشید. این هم یک واقعیته. تجربه 26-27 سال تو سازمان
عضویتی نداره، توی بدبختی عراق داره حفاظت میکنه نیروی نظامی عراق. مثلا سلاح انفرادی برای چی ده؟ میخواد چیکار کنی؟ فرض کنم مثلا من تو لیبرتی هم سلاح انفرادی هم دارم، خب تو تا موشکی بخوره زیرم باید سلاح انفرادی باشه، در از من چی میخوره؟ چه تضادی از من حل میکنم؟ کسی از باقی خانم رجبی و آقای رجبی میگه این هم هزار ده هزار تا سلاح فردی، چه تضادی از تو حل میکنه؟ چطور میخوای از خودت دفاع کنی؟ آیا رجبی به این پاسخ میده؟ آیا دلیل قانع کننده برای حرفش داره؟ برای اثبات این حرفش؟ سمان که نداره، فقط یک هدف، اونم گفتم، برای تحریک دشمنش، برای تحریک پاسدارا، برای تحریک عوامل رژیم در عراق که دوباره وضعیت لیبرتی رو گلالود کنن، کشته بگیرن، رجوی از یه آب گلالود ماهی بگیره، مظلوم نمایی کنه، دوباره از آن عمومی به سمت خودش این مقداری بکشون. این از این. یکیم که گفتیم وضعیتی که الان افراد شما هم اشاره کردی، گفتی 15 نفر اینا از لیبرتی فرار کردن، اینا رفتن آمریکا، اینا وضعیتی که الان حاکم بر بدبختای لیبرتی هست، وضعیتی پس از بغرنج، پس از فشار خیلی هم فیزیکی هم روحی هم روانی در منگنه گذاشتن، بحث‌های ایدئولوژیکی فشرده، وقتشونو به شدت پر میکنن، فرجه‌ای برای تفکر بهشون نمیدن، فرجه‌ای برای استراحت ندارن، فیزیکن زیر فشار میبرنشون، نشست‌های طویل مدت، نشست‌های ایدئولوژیکی خاص، نشست‌های ایدئولوژیکی لایحه‌ای، نشست‌های ایدئولوژیکی عملیات جاری، اینا شدتش بیشتر شده. همش برای همینه که نفرات اونجا مشغول بشن با این درگیری داخلی خودشون. بعضی از این نفرات که موفق شدن از لیبرتی خارج شن، این گزارش رو بیرون درج دادن. اخباری از درون کمپ لیبرتی به بیرون درج کرده که همه یک دیگر تشکیلات همه رو موظف کرده افراد که در قبال هم مسئول باشن، هر نوع تحرک مشکوکی که از نفر میبینن، چه در رابطه با صحبت کردن با هم که در اون تشکیلات بهش میگن محفل صحبت دوستانه حرف زدن، ممنوع شده، ترددات یگانی مطلق وجود نداره، هفته دو هفته سه هفته یک بار اینا رو به اصطلاح یعنی شام جمعی همه رو جمع میکنن، جمعی که البته تمام سطوح تشکیلات از بالا میان نظارت بر افراد میکنن، یگانی میشینن، یک جشنی سروری یه برنامه هنری اجرا میکنن که دیگه افراد
اون انگیزه دیدن این برنامه رو هم ندارن. این شده وضعیت افراد در اسارتگاه لیبرتی که رجوی خواهان تسلیح افراد. یک نکته تجربه‌ای که خودم دارم، فرضون اگر من جای دولت عراق باشم، باور کن جای هرچی باشم، اگر قدرت داشته باشم، سلاح داشته باشم، والله همین الان میرم به اندازه نفرات بیشتر از اونا سلاح میدم به خود افراد مستقر در لیبرتی. خب رجل واقعا پایبند نیست به این. حتی در صورتی که سلاح هم داشته باشن، چون که اعتمادی بین افراد نیست، خود رجلی به هیچی اعتماد نداره، نفران ناراضی هم، به خدا قسم یک دونه فشنگ نمیده به این افراد که بزن روش سلاحشون. سلاح هم دست افراد. زمانی که بحث دولت عراق شکست خورد، ما را از اشرم منتقل کردن مرز ایران و عراق. از بس که نسبت به افرادش بی اعتماده، اعتمادی در بین افرادش وجود نداره نسبت به سران تشکیلات و نسبت به این خط و خطوط، تسلیم نکردن. نارنجک که یک سلاح به سلاح دفاع شخصیه در برابر تهاجم دشمن، به جانبان ندادن. حالا رجبی داشت میشه که تصفیه کنی، باشه تصفیه کنی، آیا قول میدی که تو همین سلاح و همین مهمات در اختیار نفرات قرار بدی؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان رجبی حاضر نیستی کارو بکنه. فقط حرفشو میزنه، حرفشو هم میزنه برای تحریک دشمنش، تحریک دشمنش، افرادشو بکشتن. انسجام تشکیلاتی یک زمانی بود که رجوی مطلق بر تشکیلات حاکم بود، خودش حضور داشت، هر طوری میخواست تشکیلات مثل شمع تو دستش بود شکل میداد. اما الان خودش که رفته قایم شده، حالا باشه نباشه اینو 10 سال خبر است. خانمش هم که تو فرنگ نشسته، فقط برای افراد بدبختی که در لیبرتی هستند نسخه میپیچه. خودش با خبخب میده که افرادش گوهران بیبدیل هستن تو لیبرتی. و تا آخرش، تا سرنگونی رژیم حاکم بر ایران، از جاشون هم تکون میبخور. آیا واقعیت اینه؟ باید به این رجوی گفت، این خانمش گفت. خانم رجوی در اروپا جا خوش کردی، نیرویم که دم ازش میزنی و گوهران و بیبدی میگی،
قرص محکم نیست که قبلا داشتی. الان دیگه کهنه مندرس تبدیل شده که پوسیده است. هر چی بخوای به ظاهر اینو نور نشون بدی، ولی واقعیت اینه که کهنه پوسیده است، دیگه جواب نداره. بهترین راه حل اینه که هرچند که انسانیت داری، ولی یک انسانیت به خرج بدی. افراد تو از مخمسه عراق بکشی بیرون به نفع خودت، حداقل عنصر خود از تشکیلاتی که خودت ادعا داری شد 10% این افرادی که به گروگان داری برای خودت بمونه تو خارج، حداقل 10% هم غنیمتیه. کاری نکن که لعن و نفرین ابدیه یک ملت توشه راحت باشه، بدرقه راحت باشه، آینده شما را در ردیف شقی‌ترین و درنده ترین و بی‌پرنسیپ ترین و بدخوترین انسان ناجوان مردانه افراد خودت، بیرون خودت، مردم ایران، مردم ایران، شنیدترین ارتکاب ها را در حقشون انجام داد، در حق افراد خودت همین بس کن. شربی اگه میشه 5 دقیقه آنتراکی بگیریم بعد. چشم. دوستان عزیز، یکی دو تا ویدیو هست که معمولا ما اینها رو نشون میدیم، قبلا هم نشون دادیم، و این به اصطلاح از تلاشیه که خانواده ها و دوستان انجام دادن در سالهای گذشته برای دیدن اقوام و دوستان و فامیل خودشون و بی نتیجه مونده. امیدواریم که در سال جدید بتونن به اصطلاح دیداری داشته باشن با فامیل و دوستان خود. تا چند دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. مرسی. چرا وقتی بچه‌مو میارم پشت تلویزیون به من میگی تو مزدوری، تو اطلاعاتی هستی، تو بسیجی هستی، تو نامادری منی؟ من میدونم، من از حالتهای بچه‌م میفهمم، میفهمم اون عصبی، میفهمم اونو تحریک کردم بر علیه من، تحریک کردم بر علیه من، حرف بزنه من از اینجا برم. شهاب فروزنده عزیزم، مادر دیجاست با سختی آمده فقط تو رو ببینه. حسنان مایی
برادرت موسا اومده ببینم. آمد محسن مرتضوی برادرت هم امین عبدالی، امین عبدالی برادرت هم بعد از 23 سال اومدم شما رو ببینم. شام جان بابا سختی آمدم ببینم به دستیزم. خدا محسن جان، محسن حسن کابیار، منم لیلا، لیلا خواهره، تنها خواهره، خواهش میکنم بیا ببینم، 15 روز اینجا، پشت این میلا، فقط ببینم بشناسم، تو رو خدا، خواهی که باید میبوزم. علی یوسفی، برادر نامده، دادا، آی دادا، سسمی اشتیکسن؟ بخشن علیزاده. دیگه پیر شدم، دیگه طاقت آنه ندارم، دوباره برم از تقیل برگردم. بیا ببینم تا نبینم از اینجا نخواهم. من بسرم رو بخواهم. 29 سالشه از راه ترکیه به قصد آلمان دزدیده شده. بینندگان عزیز سلام، مجدد خدمت شما، ممنونم که با ما بودید و با ما هستید و امیدوارم که با ما باشید تا آخر این برنامه. خیلی ممنون آقای ابراهیمی، خیلی قشنگ از این 4 تا تاپیک یا موضوعی که قرار بود امروز صحبت کنن، 2 تاشو صحبت کردن، باز کردن و در موردش توضیح دادن. برای من خیلی جالب بود، ایشون میگه که من اگر قدرت داشتم بله مسلح میکردم، اسلحه میدادم دست نفرات مجاهدین تا ببینم اون وقت آقای رجوی و خانم مریم رجوی خودشون جرأت دارن بین حتی هوادارهای خودشون، طرفدارهای خودشون باشن. و این نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنیم. 2 تا
موضوع دیگه هست، ولی اگر اجازه بدید قبل از اون دو موضوع، چون یکی از بینندگان ایمیلی فرستادن، من برای شما زیر اسکایپ فرستادم، ولی من میخونم که شما نخواهید به اصطلاح مشکلی داشته باشید. ایشون نوشتن که با درود، اگر امکان دارد بیشتر به جای بررسی اهداف و طرز فکر و خواسته‌های مجاهدین، جنایت و خیانت‌های آنها را برملا کنید، چون اگر الان صدام نابود نمی‌شد، همه جدا شدگان و بقیه همچنان اسیر این منافقین بودند و رجوی هم به کمک اربابش به خیانت‌ها ادامه می‌داد. در ضمن سؤال من از مهمان برنامه آقای ابراهیمی این است که آیا در تاریخ چند هزار ساله میهنمان غیر از این فرقه گروه دیگری با دشمن همکاری کرده است؟ یا فرقه رجوی پرچمدار خیانت به میهن در طول تاریخ ایران است؟ یک هموطن از انگلستان. بفرمایید. خیلی ممنون از این آقایی که سوال کرد. سوال خیلی به جای درستی بوده. چشم، بیام خواهم پرداخت. من میخوام از ابتدا از وضعیت نفرات آلبانی هم چند دقیقه صحبت کنم، بعد جوابی دوست عزیزمون خواهم داد. بفهم. واقعیت اینه که رجوی قصدش اینه که تو آلبانی یک تشکیلاتی مثل اوور در پاریس و لیبرتی در عراق دوباره را بندازه. ایشان گفته بود که هزار تا اشرف میخواد را بندازه، اشرف لیبرتی، اشرف اوور پاریس. به همین دلیل اومده چیکار کرده تو آلبانی؟ به هر نفر ماهانه 500 یورو میده، اونا روزی در تنگنا قرار داده که حق نداری افشاگری کنید، حق ندارید از تشکیلات برید بیرون. اگه کوچکترین حرکتی از شما دیده بشه، یه هزینه هم که بهتون میده قد میشه. درزم افراد خلص ایدئولوژیک خودشون مانند خانم فرزانه میدان شاهی، افشین ابراهیمی، ناستران جنایتکاری بودن که در اشرف جنایت‌های بیشماری در حق افراد مرتکب شد. اونا بالای تشکیلات قرار دارن. من همین خط رو پیش میبرم، اما باید دونست که این آب در همان ریخ چیز در همان کویدن است، آب در همان کویدن است. هیچ ترفند و راهکاری که رجوی دیگه بخواد برای نگه داشتن تشکیلات پیش ببره به جایی نخواهد رسید. تنها راه اینه که رجوی، خود خانم رجوی، مسئول رجوی که نیست، خود خانم رجوی تو همین پاریس با پولهای هم گفتی که از ایادیش سرازیر میشه به سمتش، به زندگی نکبتوارش چند سبای دیگه ادامه بده. اما دیگه از اون تشکیلات اون انسجام اون حصار ایدئولوژیک که نفوذ ناپذیره
برای رجب. خبری نخواهد بود و دیگه محال است. و اما در رابطه با سوالی دوست از انگلستان، به درستی گفته بودن، از رقابت های رجوی در حق افراد، در حق خلق منطقه خصوص عراق و ایران مرتکب شده، بیانی داشته باشم آنچه که دیدم و از این چه خواهد. البته که من هرگز نخواهم توانست یکی از هزار جنایات رجوی رو به زبان بیارم، رجوی که الان از عرب اربابش تو عرب خبری نیست، میاد این کارا رو میکنه و گاهن صداش از حلقوم این جدا شده ها بیرون میزنه و واقعیت ها ناچیزی که درز میشه از جنایتی که رجوی مرتکب شده، الان مرتکب شده، پس باید فهمید که زمانی که ارتش به اصطلاح آزادی بخش، ارتش خصوصی صدام بود و رجوی حکومت بحث جولان میداد و اختیارات تامی در دولت عراق داشت، به اینکه جنایت های مرتکب داشت، جنایت هایی که در حق افراد خودش، سرکوب مطلق تشکیلات یعنی چی سرکوب مطلق؟ پس خون من تو تشکیلاتم عنصری از پیزشونزه 25 سال تو تشکیلاتم، وقتی میگم سرکوب مطلق تو تشکیلات یعنی اینجا منی که عنوان یک عضو حق نفس کشیدن دارم، حق زندگی کردن دارم، عنوان یک انسان حق آداب و معاشرت دارم، حق بچه دارم، حق خانواده دارم داشته باشم، حق یک زندگی صرفندنده دارم، مبارزم میکنم، اینا هم حق منه. وقتی که رجوی میاد تمام این حقوقو از من میگیره و به اسلام هیچ حقی برای افرادش قائل نیست غیر از دادن خون و دادن جون و دادن نفس. نفس برای مریم ایدئولوژیک، خون برای رجوی. هیچ کس هم حق طالب حقی از خودش تو تشکیلات نیست، هر حقی هم هست حق رهبریه ولا غیر.
تشکیلاتی که عضوش حق حتی صحبت کردن با دوستش نداشت باشه. حق اظهار نظری برخلافه اظهار نظر کاری برخلاف آنچه که تشکیلات در رابطه با کارال ایدئولوژیک هم نمیخواد، در رابطه با سیاست هم نمیخواد، در رابطه با نظامیگری هم نمیخواد که بگه آقا اینا رو بچسبونه به مزدور کاری. تو چه کاری؟ میگن آقا آقای عبدالکریم تو این کار رو بکن، چشم اظهار نظری نیست. آقا فرض کن من باز کار ساده، من آقا این خاک میخوام جابجا کنم، نیاز به بیل خوبی دارم، یه بیل دست کوتاه به من میدن، یه دست بیل دست کوتاه برای من کمرم در میگیره یه خم بشم، این حق دار نظر از من میگیرن. این تشکیلات رجویست. آیا آزادی در درون تشکیلات رجوی وجود داشت که اینقدر خانم رجوی همین الان تو فرانسه دم از آزادی حقوق زنان میزنه، طرفدار حقوق برابری زن و مرد؟ آیا واقعیت اینه؟ شدیدترین ظلم و جنایتی که رضوی در تشکیلات مرتکب شده حق سلب آزادی از افراد بخصوص زنان. ظاهرش میاد دایه دفاع از حقوق زنان داره، ولی متاسفانه نه، 180 درجه عکس. وقتی خانم رجبی میاد از زن زنان 180 درجه بذاری عکس این چی میشه؟ اون تو تشکیلات شب فرماست بدونشن. منی که یک عضوی از تشکیلات هستم، آخه چرا باید کارشو بکنم، بارشو ببرم، زحمتشو بکشم، شب و روز خط و خطوط سازمان اونچه که به من بسیار تزریق میشه به نوع اصلا انجام بدم، از او برم بیام تو نشسته بسیار عملیات جاری روزانه کاری بم بکنه که خودم تو سر خودم بزنم و بگم افراد شما میاد تو سر من بزنی؟ الان که من جدا شدم از اینا وقتی بگذشتم خودم فکر میکنم واقعا حسرت میخورم. چرا من نتونستم اونجا کشته میشدم، نتونستم جلو اینا بایستم از یک ارزشی در مقابل ضد ارزشی که رجوی میخواست پیاده کنه توی تشکیلات دفاع کنم؟ واقعا خودم رو نمیبخشم. اینم برای اثر یعنی واقعا اونجا که بودم اراده از خودم نداشتم. واقعیش با سیستمی که پیاده کرده بود در تشکیلات اراده رو گرفته بود، سیستم تفکر آدم رو عوض کرده بود، مغز رو شستشو داده بود، نمیتونست این کار رو بکنه.
رجوی در تشکیلاتش هر گونه صدای ناراضی رو در دم خفه میکرد، در دم سرکو میکرد، هیچ رحمی نداشت. شدیدترین وجه خیلی من که خودم با چشم خودم دیدم رجوی که ادعا میکرد الان همه داشت شکنجه یک عمل مذموم در جهانه یک عمل قبیحه داشتم داره حتی اقل تشکیلات خودش میدونه که خودش شکنجه کرده به چه دلیل جلو چشمم نفر بردن شکنجه کردن صبح بردن شکنجه کردن آقای ترابی اگر یادم باشده از حال ما بردن شکنجه کردن عصر را بردن انداختن چیچی 5 دقیقه بعدش فوت کرد جلو چشمون تو سر اونقدر شکنجه کرده بود صورتش شناخته نمیشه دستاش از کتف تا پایین اصلا این تیوب بادش کردیم پاهاش از زانو با پایین این تیوب خون جنایتکار از جنایت بدت میاد از شکنجه بدت میاد پس اینا چی؟ چقدر نفر سرگ نیست کرد دوستانی که پهلو ما بودن شب پا هم میخوابید صبح نبودن الان هم که اومدیم خارج از سراغ رو میگیرم نه در تو ایران نه از دوستان میگیرم نه اینجا خبری ازش میگیرم کجا رفت طبیعی رجوی جنایتی مرتکب شد که روی هر چی جنایت پیشه تو جهان سفید کرد دلیل چی آقای رجوی در یک تشکیلات 2000-3000 نفره اینقدر خودکشی زیاد بشه اینقدر خودسوزی زیاد بشه نه اونو منظورمونه نیست که تو فرانسه به دستور خودت اومدن خودشون آتیش زدن برای خانمت نه اونو نه اونوی که تو تشکیلات و اشرف ختم کل محمدی جلو چشمم تو عملیات جاری رکیب ترین حرف رو بهش زدی بچه خیلی از این اردوگاهی ها بود که به سازمان پیوسته بود این حتی سواد نداشت ولی آدم صادقی بود سازمان هم به شدت از این سو استفاده میکرد تو هر کاری میرسد این توی قرارگاه حبیب در بصره بودیم تو گشت حفاظت قرارگاه حبیب بود شب به کمین میخوره معارضین عراقی معارضینی که ضد صدام بودن همه الان تو حکومت عراق هستن شیعیان با آرپیچی زده بودن ماشینش تیر خورده بودی با سن لگنش از وردرمون این لگنش شکسته بود اینو به خاطر این که تو تشکیلات نگهش دارن نره این یک سانس پاش کوتاه بود نبرده بودن خوب عملش کنه نبرشتن خارجه هر طور بخاره الان شکستگی اینو داریه که قدیما نیست که پشتش بمونن آدم ها بخاطر یه شکستگی یک چیزی ناقص بشه حتما دم کانات از من خودم اشراف چندانی نرم ولی حتما هست ولی رجوی دریغ از این کرد این طلبکار به اصطلاح شده بود تو تشکیلات آقا چرا ما پاهم چیز شده بود واقعا نیم از دست سازمان آس شده بود کسی که بدون چشم داشت بدون چیز ساده بود کارش انجام میداد هیچ از مشکلی هم نداشت با سازمان ساده بود میخورد و میخوابید کارش هم خوردن و خوابیدن بود به جایی رسوندیش که
طلبکار شد ازت. تو عملیات جاری یه خش بگیری تو اومد بهش بزنی. آقا تو عملیات نمیدونم لحوات با کی انجام دادی، یک دروغ محض که اینو از اون خواسته ای که طلبکاری که نسبت به سازمان داشت اونو بندازه. بنده خدا لنگان لنگان از نشستت بیرون، مسئول نشستمون خانم هنگامی، خانم هنگامی بود توی قرارگاه هفت تو همی اشرف. خیلی خوب یاد اینو از نشستت بیرون رفت بیرون، بردش بیرون. یه خبری از نشست صبح یکی از دوستان اومد به صلاح به من گفت، محفل به من زد، گفتش که میدونی خدام خودش رو سوزون کنم. چی؟ گفت خدام از دیشب که اومدن ریختن رو سرش تو نشست عملیات جاری تعمل نیاورد، رفت خودش رو بنزین رو خودش ریخت، رفت تو سنگر انفرادی آتش خودش زد، هیچ کس هم خبر نداره. اومدن فهیمه اروانی اینا با آمبولاسیون اومدن اینو جمع کردن، تو کرونی کردنش بردنش. گفت من نگهبان بودم، از او برداشتم میمدم اینا رو میدیدم. گفت نزدیک میخواستم بشم با ماشین اومدن جلو زدن، ولی فهمیدم بعد رفتم از پشت دیوار نگاه کردم دیدم یه نفره. حتی بچه که چیز با هم از نفراشن یاد خطان بود. مطلق یک یکان و 170 نفره تا مدت ها خبر ندارید خدام کشتش خودش رو سوزنده. به خدا قسم اینقدر سرکوب و خفقان تو تشکیلاتشون وجود داشت. نمونه چیه؟ یا اون که رجوی خودشو نفر خودش دیگه از جون سیر میشد با گلوله میزن خودشو میکن رجوی و عنوان شهید که کسی شک نکنه، میگفت گلوله در رفته خورده بش از دستش در رفته اشتباه کرده خودش کشت. در صورتی که اینجا نه، همش به دلیل اینکه که از دستی تشکیلات بالا آورده خسته شده بود، تحمل نداشت کار میده. در بعد تشکیلات، در بعد بیرون تشکیلاتش که دوستان جدل شده ما که قبل چه الان که اومدم بیرون خیلی فاکتای جالبی گفتم. من خودم در رابطه با عملیات ماروارید رو به عملیت موردی همون جنگ اول خلیج مقابله با کردا من با چشم خودم دیدم توی منطقه سلیمان بگ و توز، بین سلیمان بگ و توز بودیم، من خودم تو توپخونه بودم، دیدبان توپخونه بودم، بالای کوههای حمره بودیم. به اصطلاح به ما ماموریت داده بودن که جاده کرکوک به سمت بغداد و از این ور جاده کفری و کلار به سمت سلیمان بگ اینا رو زیر نظر داشته بودن، هر گونه تحرکی رو گزارش کن. دوربین داشتم، از این دوربین ویلدا خرگوشیا داشتیم، دوربین های دیدرشب داشتیم. اینا گاهن ما این پشت سرمون که خط خود سازمان بود، اینا تو جاده اصلی توز به بغداد و به خالص اینا رو هم نگاه میکرد. دیدم توی دشت زیر پل یک سری نفرات هستن، پس صدای تیراندازی اومد از طرف سلاحایی که روی نفر برای سازمان اونجا وجود داشت، یکان مکانیزه اونجا بود. گفتیم فکرم درگیری شده، ولی نه، اونا دارن تیراندازی. یک سری نفر پیاده دیدن، بعد دارن با سه تا نفر بر به سمت این چیزا میرن، شلیک هم میکنن.
بنده خدا ما که دوربین که مینداختی من میدیدیم شد این نفرات واقعا مسلح نبودن. یک نفر برشون سرعت گرفت جلو از ایور پل زد اونا رو دنبال کرد. به خدا قسم من خودم با دوربین نفر رو در چیز دیدم، وی ام پی رو دیدم، رفت رو نفر زیر کرد، نفر رو کشت. بعد دنبال کرد نفرات دیگه که بزنه، این نفرات اومدن پشت چیز میکرد تا نفرات رسیدن اونا رو گرفتن. دیگه نفهمیدم بقیه، ولی من با چشم خودم نفر دیدم با نفر بر زیر کردن. یا اینکه اتوبوسشون، اتوبوس شخصی از سمت کلار میومد روبرو سلیمان بک، با آرپیجی زدن زن بچه مردم رو قتل عام کرد. نمونه که من میگم تو خونه بودم، حالا تو چیز قدم و قدمشون هم نبودم که چیکار کردن، تو پشت جبهه من میدیدم. یا اینکه بعدش رفتیم تو خانه خیم، خونه های مردم رو به توپ بستن، پیر زن و پیر مردم تو خونه های مردم بودن، بنده خدا روستایی ها که از هیچی خبر نداشتن. یادمه وقتی که ما یا آخر قبل از سرنگونی صدام قرارگاهمون تو حبیب شهر بصره بودیم، که هم میمیدیم نشست و اشرف و میره اومدیم اشرف و باقرزاد و اینا نشست و که هم میرفتیم اینا اسکورت که داشتیم میرفتیم. به خدا قسم من با چشون خودم میدیدم وقتی که ماشین های مجاهدین میدیدن مردم تو خیابونا اصلا ترس از وجود مردم میبارید. نفر پیاده میشون چیزی بخره، مردمی که تو اومده بودن خلوت میکردن. این نشاندنده چی بود؟ رعب و وحشتی که در دستگاه استخبارات عراق داشتن، یعنی در اون دستگاه داشتن، مردم رو سرکوب میکردن. شنیده بودیم که مردم ناراضیان عراق توسط همین مجاهدین راجیان صدام. آقای رجلی ادعای استقلال در عراق داره داشت که ما یک دولت در دولتیم و آقای صدام حسین حزب بعض ما رو با عنوان یک مهمان مستقل به رسمیت شناخته و حق دخالت در امور ما رو نداره، همش کشف بود. تماما در خدمت بعض، تماما در خدمت دستگاه سرکوب صدام. نمونش عملیات هایی که میکرد، من خودم تا جایی که من از خودم میگم، حالا اصلا به کسی صحبت های کسی استندان نمید، چیزی که خودم دیدم، عملیات هایی که به اصطلاح بانمان عملیات داخله میرفت، خونپاره میزد، نمیدم چیز میزد، مردم میکرد، یا پایگاه های بسیجا و اینا و میزد، عملیات داخله میگرد، اینا ترشون همشون چی بود؟ اولی این که خود رژیم نفراتشو میفرداد شناسای اخبار و کامل از درون رژیم می آوردن. در بس این اخبار و این اطلاعات شناسایی را در خدمت دستگاه استخبار در قرار می داد. قبلش تو جنگ ایران و عراق هم کار می داد. بدبخت خونه که یارو داشت، ما تو منطقه جنوب بودیم، منطقه خرمشهر تا عوازینا منطقه مثل عملیاتی ما بود، مانور ما بود، عملیاتی ما بود.
اون منطقه زمانی بود که گفتن رفسنجانی فکرم بود تو چیز رئیس جمهور بود، اینا اون منطقه رو کرده بودن همش نیشکر. گروه واحد که میفرستد داخل، ببین چیکار جنایتی که رجبی مرتکب نشد، اونو با چه یعنی نفراتی که از داخل اومدن به من گفتن، چون ما اونجا پشتیبان بودیم، نفراتی که اومدن ماموریت میفرسته تو به این نگهبان های همین اینایی که آبیاری میکنه این مناطق کشاورزی اینا هست اونجا برخورد میکنن شخصی ها، برای اینکه اینا رو دیدن، این گروه ماشین این واحد رو دیدن، چون که این واحد رو دیدن پس محکوم به فنا، باید اینا رو کشت. به چه شیوه؟ نه به شیوه تیری که مرد بفهمن کسی بیاد دوباره لو بره، به شیوه خفه کردن، دست اینا رو ببندن خفه کنن بکشن. اما داره که یک زمانی چوبونهای لب مرز رو میگرفتن خفه میکردن میکشتن، اون خطی که تشکیلات به تیمای عملیاتی میداد. جنایت پشت جنایت، از اینو میشه فهمید رجبی چه جنایت هایی مرتکب شد. من گفتم من واقعیتش اینه که آنچه که خودم دیدم و خودم لمس کردم دارم میگم. خیلی دوستانمون گفتن شاگری کردن، ولی آنچه که من در ذهن داشتم که الان یادمم هست، فهمیدم و درک کردم و واقعیت درونم هم هست، نمیدونم جوابی دوستمون دادم یا نه. در این حد آشبی اگر سوال چیز دیگه هم هست من در خدمتم. بسیار ممنونم. اجازه بدید فقط به دوستان بیننده و شنونده یادآوری کنیم که اگر پرسشی دارن میتونن از طریق ایمیل، از طریق تلفن، از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت کانون آوا و تلویزیون مردم با ما تماس بگیرن، این پرسش ها رو مطرح کنن، شما و دوستان دیگه پاسخ خواهیم داد در برنامه‌های آینده. و اگر هم نظری دارن باز میتونن نظراتشون رو به من و شما به اصطلاح بگن و در میون بذارن، در اون مورد هم صحبت میکنیم. یا اگر اینکه اونها هم جزء سازمان مجاهدین بودن و مایل هستن که با دیگران صحبت کنن و به قول معروف قصه قصه هاشون رو با دوستان بیننده در میون بذارن، با کانون آوا تماس بگیرن تا ترتیب مصاحبه یا زمان مصاحبه برای اونها داده بشه. من ساکت میشم، شما لطف کنید به دنبال صحبتاتون ادامه بدید و باز هم ممنون که این قصه های عمر خودتون و زندگی خودتون رو با ما در میون میذارید و ما رو یه جورایی آشنا میکنید با اون چیزی که بر شما گذشته در تقریبا 30-40 سال جوانی شما. بفرمایید. متشکرم، خیلی ممنون، لطف دارید. نکته ای که میخوام بگم در رابطه با تشکیلات و مجاهدین بدون رجوی، واقعیت اینه که رجوی نیستش، حالا یا مرده یا توی سوراخ موشی خزیده رفته، ولی واقعیت اینه که جرأت نداره اگه زنده هست بیاد بیرون. و تشکیلاتی هم که بدون سر باشه که نمیتونه به زندگی تشکیلاتی خودش ادامه بده و محکوم به فناست.
یک واقعیت. واقعیتی که هیچ وقت نمیشه اون رو نفی کرد. مسئله دو تا چهار تاست. هیچ وقت گله بدون چوپان به سر منزل خودش نمیرسه. به آقل خونه به نهایت آقل خودش نمیرسه. تشکیلات هم همین. نکته که میخوام بگم در این رابطه خطابم به شخص مریم رجوی. اون اینه که خانم رجوی دیگه نمیتونه، تا الان تونسته با پول و اربابانش ادهی رو دور خودش جمع کنه، ازش دفاع کنن، براش صحبت کنن، از تشکیلاتش بگن. من اگه اصلا نمیدن تشکیلات رجوی کیه، چی کار از چی کجا بود. بخواد خطش تشکیلاتش پیش ببره دیگه محال هست. آب رفته به جوی دیگه باز نمی گردد. خانم رجب لطف کنید جوانای مملکت و جوانای تشکیلات اختیارشون دست خودشون بید، خودشون انتخاب کنن. که کمتر در حق این افراد بدبخت ظلم روا بدارید. و دست از سر این انسان‌های بی‌گناه بردارید. تا به کی می‌خوای به این زندگی ننگین ادامه بدی؟ خودت خانم رجعی تا کی افرادی از ملل‌های مختلف که هیچ حتی اسمی از سازمانم نشنیدن با یک تور مسافرتی بلند کنی بیاری اوور اوور، بعد یک پول هنگفتی هم به این سناتور به اون سناتور بدی بیان پوشال برات ببافن. آیا با این کارت میخوای جسد مرده رو زنده کنی؟ تشکیلات تموم شده، تشکیلات مرده است، چه بخوای چه نخوای هر ترفند رو بیاری. زمان زمان رجوی گذشته است. دنیا دنیای آگاهی، دنیای ارتباطات، دنیای آزادی، دنیای خفقان، سرکوب گذشت. لطفاً به خودتون بیایید.
چه روی؟ شما ملت ایران رو خطاب قرار میدی، زنان آزاد ایران رو خطاب قرار میدی که از دور الگو برداری کنن. فکر میکنی مردم ایران، زنان آزاد ایران راه و رسم و روش تو رو نمیشناسن؟ و شوهرت سیستم فرماندهی که تو رو خودت جمع کردی اون بدبختا رو زیر سیطره و چتر اصطلاح ایدئولوژیکیه مخوف و ترسناک و قرون وسطایی خودت قرار دادی. بس کن، واقعا بس کن، بشین زندگی خودت بکن. تشکیلاتم از این مخمسهی که براش در لیبرتی فراهم کردی و میخوایی همچنان ادامه بدی، خلاص کن. تشکیلات یک زمانی برای شما جواب داشت، حتی اقلش اربابان خودتو تو منطقه راضی میکردی. پولهای سرسام‌آور به سمت سرازیر میشد، قابل قبول بود برای خود تو، حتی تو تشکیل. اما دیگه الان حتی تو اربابانت هم دیگه نمیپذیرن ازت. فردا که در لیبرتی گرفته شد، بسته شد، با چه انگیزه پول بده؟ داخل فکری نم نیستی؟ خودت به نظر من زودتر بایست منحل کنی. در واقع اون تشکیلات نداشته تو منحل کنی به این معنی که هر کسی بره پی زندگی خودش، هر که اختیار خودش دست خودش باشه. اون منحلی که از ارتش سوم به ارتش چهارم، از ارتش چهارم به ارتش پنجم ارتقاش بدی با سرکوبترین شیوه های ضد انسانی قرون وسطایی. این شوهای بی اندازه ای که این بر اون بر دنیا برپا می کنی، جلساتی که می داری، پولایی هم گفتی که خرج می کنی، مطلق مطلق دیگه دوای درد تو نخواهد شد، دوای درد تشکیلات نخواهد شد. دست بردار لطفا. دست بردار که این دیگه دوای درد شما نیست. دوای درد شما اینه که حداقل تا این نقطه که رسیدی از این بیشتر دردی بر درد خودت اضافه نکن. بذار نفره برم در اختیار خودش، آزادش بذار، حداقل کینه کمتر نسبت به خودت
جون بخر نسبت به فرماندار، نسبت به دوست گم شدت، مفقود شدت و سوراخ موش خزیدت که نمیدونم مرده یا زنده است. فرض کن من همین مدت اخیر، چند روز اخیر، یک شوی در همین آلمان در برلین برپا کردی، با من خودت خجالت نمی کشی از این که میگی ملت ایران پشتیبان منن؟ تو که قدرت بسیج تو دنیا داری، چرا قدرت بسیج ایرانی ها رو نداری؟ بچه داری؟ چرا ملیت های دیگر رو غالب ایرانی میکنی؟ سیاه پوستش، سفید پوستش، دیگران رو به خورده کی میخوای بدی؟ مخاطبت کیه؟ باور کنم تو شما رو نداری، این سنگ پای قزوینه که شما داری، اونقدر پر رو خجالت نمیکشی، ننگ بر شما. اینقدر با ریا و کلک حق غریب میخوای یک سباهی به زندگی نکبت خود رو ندام ببینی، اونم در اون دستگاهی قبلی تو. دست پا بزنی تو این باطلاق گیری، باطلاقی که خودت برای خودت درست کردی و گریزی مزان نیست، برون رفتی مزان نیست، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد پس فردا، بالاخره باش تاوان تمام این جنایات و این شقاوتات رو بدی. شوهرت نباشه، خودت به جای شوهرت. امیدوارم روزی که در یک محکمه آزاد تو و مسئولینی که مرتکب جنایات شد در حق افراد تشکیلات نمیخواد، در حق کسی که اون مظلومینی، مظلومینی که از جنایات تو صدمه دیدن، عمرشونو برای تو گذاشتن، زندگیشونو برای تو گذاشتن، جوونیشون برای تو گذاشتن، ولی آخرش پخش پلاتی کشور اروپایی به مینیموم زندگی خناعت میکنن، واقعیت را جلو افکار عمومی و در محضر عدالت دادگاه قرار بدن، آن وقت جواب درست باید بدی، آن وقت حق آنچه که حق دست در کف دست قرار خواهند داد. اون روز دیر نیست و من مطمئنم اون روز فرا خواهد رسید و آهو ناله و رنج و سختی و مشقت دوستانم
یک روزی بابا خواهد نشست و باید تاوان این همه جنایاتت را بدی و خواهی داد. اون روز دور نیست و من مطمئنم. آقای سر اینجا من صحبتم تموم شد. اگر شما نکته‌ای داری یا اگر سوال چیزی هست بفرمایید. من ممنونم از شما، سوالی ندارم و باز هم تشکر میکنم که مهمان برنامه ما بودی. باز هم سوال بهتری رو براتون آرزو میکنم از سالهای گذشته و امسال به دوستان میگم که امیدوارم سالی باشه که دیکتاتورها کمتر و شادیها بیشتر باشن. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه باز فیلمی داریم از همین به اصطلاح دیدار یا تلاش برای دیدار خانواده ها که اون رو هم در پایان برنامه نشون میدیم. من خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید و منم آرزو میکنم که امسال سال سقوط اکثر دیکتاتورهای تو حداقل منطقه خاورمیانه خودمون باشیم و انشالله دوستانم آرزو میکنم در لیبرتی هر جا هستن تشکیلات از شر اختاپوس رجبی بیان بیرون و من براشون آرزوی موفقیت میکنم و از خدا میخوام که این آرزو برآورده بشه. خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما. من هم از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز ممنون و متشکر از شماها که با ما بودید و به صحبت های آقای عبدالکریم ابراهیمی از آلمان گوش دادید. اگر صحبتی دارید، پرسشی دارید، حتما یا با خود ایشون تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید. من این پیام های شما را برای این دوستان منتقل میکنم. بریم با هم دنباله برنامه رو ببینیم و این ویدیوها تا چند ساعت دیگه هم در کانون آوا در بایگانی گذاشته میشه، میتونید ببینید هر زمانی که میخواین در طی شبانه روز، و هم از صفحه بایگانی تلویزیون مردم میتونید به کانون آوا و بایگانی اونها دسترسی پیدا کنید. از اینکه ما با ما بودید بسیار متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید روزهایی بهتر و اوقاتی خوشتر. مرسی. اصلا ما کاری نشیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشید اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچگونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین‌المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعا خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ای زن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن، ما
من آقای محبی رو با هم دستبند زدن نذاشتن تحویل نیروهای آمریکایی دادن. همش دو ساعت پیش بچه‌مون بودیم، دو ساعت هم با دو تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد الان میاد، هی دوستاش الکی نمیادن گفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن، 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب می‌کردن، حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت می گرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما ثابت کنیم، دو نفر اون بر بودن، دو نفر این بر. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن یه فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرمه علیکی گفتم. 4 تا صندلی اونجا بود، بیرون رفتیم با خانوم برداشتم، دیدم دو تا دیگر هم اومده اون ور نشستن، دو تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیش؟ 16 سال. اینا نذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه من حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد، با کارت صلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بکنه باید تصمیم بگه، نه وسطه وسط یک سال تو اردوگاه هست اینو بدوزیم ببرین، اینجوری نیست، صلیب باید ما حمایت بکنه، صلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره، وقتی که تبادل نشده، تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت من گرفت گفت کارت میدی به من UN، گفت کارت میدی به من، گفتم نه، کارت اومد نگاه کرد کارت خون، اینجا هم دادم آمریکای کارت خون، گفتم بچه من اسیر بود، اسیر بچه خیلی اسیر جنگی تو زندان مرافق چیکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری به حال ما بکنه، بچه ما میگه اخی زندگی نداشتن، چرا دربند اینا هست، سران اینا دارن در کشورهای خارج کرد میکنن، زنهای متعدد دارن، اینا رو اینجا بیکاری میکشن بدون اینکه خود خواسته خودشون باشه، و والله وقتی آرام به من گفت انشاءالله به زودی من میام، فهمیدم که حرف دلش اینه که به زودی از اینا جدا بشه و به زور محکم اینه نگه داشت. داخل با خانومم برای بچم ساعت 5:30 با شهود همه آقایون، ساعت 5:30 از منافقین بچه من آوردن با 5 تا همراه، گفتم شما که مجاهدیم، شما که میگید خلقیم،
آزادی آزادی، چرا نمیذارید با بچم حرف بزنم؟ بچم گریه کرد گفت من بابا اومدم تو ترکیه با 10 میلیون تومان پول، سر مرز اومدن جلوام حریفم نشدن، تو هتل پاسم آوا اینا هم 11 ماه پیش دزدیدن با 5 میلیون ازم گرفتن، گفتن میبریمت آلمان، از اونجا من سوار کردن آوردن تو منافقین، اونجا هم کل گذاشتن بیخ گوشم، گفت که یالا تلفن بزن به پدرت بگو رو مرز آلمانم. بچه رو میخواست بیاره، حتی اومدن گفتم بلنش آقای خانم های اومدن گفت بیان جوونو کمک کنین، این جوونو بیارین، جوونو داشت میومد نذاشتن، از دستش گرفتم بردن. آخه من فردا منم با ما اومد برگشتش بیچاره کردم، چرا اصلا میگم من داشت میگم من میام، لباسم پوچیده بود، الان میگم نمیدونم چه بلایی سر بچم بیارم، از کرمانشاه اومده بود بچه رو گرفتن بردن، من از جون بچم میترسم. این منافقین آقا، منافقین میگه سوزن میزنن، سوز آمپول دارن میزنن، از بین میبرن، زنده به گور میکنن، تو زیر زمین دارن. ما فاهمشتی که از بین نبلر داریم، سبیل سخت داریم، بچه ها ما میخوان بیان، ما بچه همونو میخوایم. اگه بچه ما یه طوری بشه ما دامنه کیه بگیریم؟ 2 سال خدمت چی کرده؟ خلاص کرده، ورقه تو دسته، فرمانده ضد انقلاب بوده، 700 سرباز خدمت کرده رو برد، گفت یه ابو قرآن ورقه بگیرید، بچه ما داد دست دشمن. چند سالم زندان بود، 4 سالم زندان عراق بوده، کربلا بوده، از اون بچه ما رو بدن بردن اونجا، اونجا هم بردن، ما چند سال اطلاع نداشتیم، هی رفتیم اومدیم، برادرش رفته رفتیم اومدیم تا حال اطلاع پیدا کردیم، حالا هم که اطلاع پیدا کردیم اون دفعه یه همچی خرچ کردیم، ما شهرستان میشینیم 300 هزار تومان شوخه کنیم دادیم اومدیم یه ساعت ما بچه‌مون رو ببینیم، اونجوری باید به ما رفتار کنن؟ ما بچه‌مون رو ما خواهیم، ما خواهش دیگه داریم، از سبت صبح بین الملل هر کاری به زودی زود از دستشون میاد بر ما بکنن، بچه‌ها ما نمیخوان اینجا باشن، بچه‌هامون رو میخوایم، ما هم که اولادش گردونی من 17 سال بچه‌مو ندیدم، حالا یه ساعت ببینم، 17 سال کارت صلیب دارم، رفتم یو این نشون دادم به اون آقایه گفتم این کارت صلیب منه، بچه منه از اردوگاه دزدیدی. آخه از زیر جنگی تو زندان منافق چیکار میکنی؟ به روح پدرم که حتی بهش نگفتم که پدرتم فوت کرده، اصلا هیچ کدام از بچه های ما که بخوان اینجا بمونن اصلا همچی چیزی نیست. ولی به من یه شکل بگفت، گفت مطمئن باش به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش.